اظهار نظرهای انتخاباتی انتخابات 1400 بعد از ثبت نام 592 داوطلب برای حضور در گود رقابت‌ها تا اینجای کار مشخص شده که فقط 40 داوطلب بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان مدارک لازم رو ارائه کردند. الان با توجه به مصوبه شورای نگهبان مدارک تحصیلی، سوابق کار و عرض کنم که اگر حالا بحث سوء پیشینه است که باید گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشن، اینها مدارکی بود که ما در مصوبه‌مون داشتیم. بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی هم همچنان ادامه داره و هنوز نتایج نهایی نشده. در خصوص بحث تعیین صلاحیت بایستی تا رسیدگی هیئت مرکزی نظارت، چون مرجع نهایی رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص صلاحیت ها هیئت مرکزی نظارته، یعنی هنوز هم آمار ارقام جابجا میشه. ما آمار ارقام رو زمانی در یه نشست خبری کامل و جامع خدمت شما عزیزان عرض میکنم که رسیدگی هیئت مرکزی نظارت به پایان برسه و در یک نشستی آخرین آمار و ارقام و نتیجه تصمیم گیری هیئت مرکزی نظارت رو به سمع و نظرتون میرسونه. به خاطر شرایط کرونا قرار شده نامزدها تبلیغاتشون خیلی در جمع مردم نباشه و برای همین هم وزارت ارتباطات شرایط رو برای تبلیغات مجازی مهیا کرده. بسته امکانات تبلیغاتی فضای مجازیه که به کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای نگهبان اختصاص پیدا میکنه، هم از امکان ارتباط ویژه با مخاطبان در شبکه‌های اجتماعی داخلی، امکانات ارتباطی برای خودشون، برای ستاداشون، تسهیلات رو در حوزه ارتباطی به وجود بیاریم، خدمات صوت و تصویر فراگیر رو مکانیزم براشون بذاریم که بتونن از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده بکنن برای فرآیند تبلیغاتشون که تو شرایط کرونا. 4 خرداد کار بررسی صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به پایان میرسه و مشخص میشه که چه کسانی میتونن وارد عرصه تبلیغات بشن. بعضی آدما رو میشناسیم، بعضی آدما سابقهشو میدونیم چیه، کاری که میگن انجام بدن. انگیزه انتخاب از دست رفته، من الان نمیدونم کیو انتخاب کنم. اون عمل کردی که قبلا داشتن، پست و مقام هایی داشتن، عمل کردی که در اون پست و مقام ها داشتن، تجسس میکنیم، چند نفر میپرسیم، بعدا اونا 3 نفر 4 نفر رو بگن این میتونی به اینا رای بده، اینا خوبن. هر کی که بتونه وضعیت معیشتی مردم از این حالت در بیاره یا حداقل یه بهبودی بده بهش، بتونه مشکلات اقتصادی رو حل کنه و برنامه ارائه بده، بیکاری جوونا، مشکل مسکن و ازدواج جوونا برطرف بشه. اول اینکه دلسوز مردم باشه، دوم اینکه برای کار خودش برنامه داشته باشه، بدونه نیازهای یک جامعه چی هست. مردم که انصاف نشون بدن، خب مشکلات حل کنن، پشت گوش نندازن، فقط نیان پشت دیدبان شعار برن بگن فلان و بیسار، بعد که انتخاب میشه انجام ندن. امروز مشکلات اقتصادی دغدغه بسیاری از مردمه و سکاندار دولت مسلما میتونه کشتی اقتصاد رو به ساحل امن هدایت کنه اگر انتخاب ما درست باشه. اگه بخواد میتونه درست بشه، یعنی اگه واقعا اتکا کنه، پشتکار داشته باشه، بعد ببین اعتماد کنه به مردم، مردم جذب کنه به سمت خودش، واقعا میتونه درست کنه. به کسی رأی میدم که نگاهش بیشتر به داخل باشه. ما هیچی برای بهتر شدن کم نداره، الحمدلله همه امکانات وجود داره. از 7 تا 26 خرداد هم نامزدها فرصت تبلیغات دارند، دوره‌ای حساس و معمولاً تأثیرگذار در انتخاب نهایی مردم. برای انتخاب درست نباید احساسی عمل کنیم و یا گرفتار فضاسازی‌ها بشیم. باید برامون مهم باشه فردی که قرار انتخاب کنیم در گذشته چه کارنامه‌ای داشته و یا در پست‌هایی که قبلاً بوده واقعاً چقدر مسئولیت پذیر بوده. اینطوریه که میتونیم با انتخابمون شرایط بهتری رو رقم بزنیم. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.